احمد پناهیان واعظ نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی شعار معترضان را فحش خوانده و گفته بر اساس تحقیقات 99.5% این فحش‌ها خطاب به علی خامنه است. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. گفتن آقا ما تحقیق کردیم 99.5% فحش‌ها، ناسزاها، دریبری‌ها، جسارت‌ها، حرمت شکنی‌ها شخص مقام معظم رهبریه. میاد رو پشت بام الان تو بعضی از مناطق تهران هر شب 20 دقیقه تو بالکن میسته توی این آپارتمان. میگم شما در مقابلش چه میکنی؟ میگه یه شب تو این دو ماه ما با بلنگو وایسادیم شعار دادیم، دیدیم نه اینا وله میکنن، ما دیگه خاموش کردیم رفتیم خونه. کار کردن اونا مثل کار کردنهای ما دلی که نیست. عشقش میکشه میره مسجد و پایگاه فعالیت میکنه، دیگه عشقش نمیکشه میره میشینه سر سفره زن و بچه‌ش. صدای پناهیان را میشنیدید که از سخنرانی های او در فاصله آذر و دی ماه سال جاری گرفته شده بود. او علاوه بر این که به همراهی همیشگی نیروهای سرکوب مشکوک است و افرادی چون خودش را نزدیکان همواره خامنه ای میداند، بر این هم تاکید کرده که معترضان را باید کشت. باید خاتمه پیدا کنه این قصه. یه جنگه. اگر این کسانی که شعار در و دیوار می نویسن باهاشون یه برخورد جدی بازدارنده ای بشه، هی ادامه پیدا نمی کنه. نکنه منتظرید مقام معظم رهبری بیاد پشت میکروفون بگه که آقا دارن به من ناسزا میگن، مردم یک کاری بکنید، خواهش میکنم. گفت جهاد یعنی کشتن دیگه، یعنی مبارزه کردن دیگه. نه، وغلظ، محکم، شدید. این ملعونین رو باید گرفت. کشت؟ چه کشتنی؟ اما روزنامه کیهان نیز 27 دی ماه در یادداشتی ادامه حرفهای پناهیان را گرفته و گفته بود هدف معترضان رهبری و اصل نظام است. کیهان در این یادداشت مدعی شده بود که اعتراضات ایرانیان نه بر پی و پایه اقتصادی که بر سرنگونی اصل نظام و رهبر آن متمرکز شده. آیا کیهان و پناهیان صدای انقلاب را شنیدند؟ این مهره ها تا کی در اطراف خامنه ای خواهند ماند؟ چرا نزدیکان خامنه ای به دنبال تحلیل و تخمین از مطالبات مردمی هستند که واضح شعار می دهند این آخرین پیام هدف کل نظامه؟ شنونده گفتگوی دیدگاه با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار از آلمان باشید. آقای مهدوی آزاد، معترضان سال هاست عیان و آشکار شعار مرگ بر خامنه ای می دن. الانم رسیده به این شعار که این آخرین پیام هدف کل نظامه. فکر میکنید چرا کیهان این امر واضح رو طوری بیان میکنه که انگار به پشت پرده اعتراضات پی برده؟ انگیزه کیهان از تفسیر و تحلیل حرف و خواست آشکار مردم چیه به نظرتون؟ و دیگه اینکه غرضش از بیان این که انگیزه این اعتراضات اقتصادی نیست چی میتونه باشه؟ یه واقعیت تلخ وجود داره و اون هم که خیلی از واکنش‌ها و رفتارها در حکومت‌های استبدادی فاسد، در حکومت‌های منحطت شده فرقه‌ای مثل جمهوری اسلامی واقعاً دلیل نداره. خیلی از کارهایی که بخش‌های مختلف چنین حکومتی می‌کنن، رهبرانش میگن، ادعاهایی که می‌کنن، واقعاً بعضی وقتا هیچ دلیل یا حتی انگیزه روشنی نداره. دور خودشون می‌چرخن، یه چیزی میگن واسه یه چیزی گفته باشن. در مورد اعتراضات اخیر از ابتدا خیلی واضح بود که هدف اصلا کلیت حکومت جمهوری اسلامی است. تنها اعتراضاتی است که از ابتدا تا انتهاش علیه شخص رهبر حکومت بوده، از جنوب شرقی ایران تا شمال غربی ایران، و تنها اعتراضاتی بود که شعارها علیهش علی خامنه ای با صریح ترین فحش ها و دشنام ها از دانشگاه شریف شما بگیرید تا اعتراضات کارکری گفته میشد. این چیزی نبود که علی خامنه ای حتی اگه گوشش رو بگیرن به گوشش نرسه. حتما مقامات میدونن، در هم بولتن خبرگزاری فارس هم شما میشنیدیدش. این کشفی که ظاهرا الان شما میبینید کیهان کرده به قول شما که آره من فهمیدم این اعتراضات هدفش علی خامنه ای بوده، در واقع شاید بتونید بگید یه تلاش هست برای توجیه کردن یه سری از سیاست‌های جمهوری اسلامی. مجموعاً چیز تازه‌ای شما نمی‌تونید پیدا کنید. این تلاش‌های بخش‌های مختلف حکومت هر کدوم واسه اینکه یه چیزی از خودشون به قول خودشون تراوش بکنن، چیز تازه‌ای سعی کنن خودشون در بیارن که اگر می‌تونستان در بیارن، حکومت‌ها اساساً به این شکل منحط فرقه‌ای در نمی‌اومدن.
چرا اصرار داره که انگیزه اعتراضات اقتصادی نیست آقای مهدوی آزاد؟ ببینید، حکومت‌ها در مقابل چنین انقلاب بزرگی دو تا راه دارن، یا کلیت و ماهیت و شعارها و حرفاشو به رسمیت بشناسن، یا مثل جمهوری اسلامی رفتار کنن. در جمهوری اسلامی شما سخنرانی شخص رهبر حکومت رو نگاه کنید، نه معترضین رو به رسمیت شناخته، میگه اصلا اینا که معترضی که قبول نمی‌کنه، اینا مردم از میگه اینا یا فریب خوردند یا عوامل بیگانه، نه اعتراضات به رسمیت شناخته، اصلا قبول نداره اینا اعتراض، میگه این توطئه بیگانه است، نه تو شکل بروز اعتراضات میگه اینا همش پول دادن و نمیرفت اینجور حرفا. موقعی که به رسمیت نمیشناسن طبیعتا دیگه تمام بخش های بعدی اون رو هم یا باید انکار کنن یا به رسمیت نشناسن. طبیعی است در چنین تحلیلی، اونم تحلیل از نگاه جایی مثل روزنامه کیهان، یعنی یک تحلیل امنیتی بدوی بسیار منحط بنیادگرا که از توش قطعه زنجیری در میاد، از توش شکنجه در میاد، از توش اعترافات اجباری در میاد، طبیعی است که او به در و دیوار باید بزنه. طبیعی است او بعد اقتصادی رو انکار میکنه، بعد سیاسی اعتراضات رو هم انکار کرده، اصلا مسئله حجاب رو هم که میگه بهانه بوده، ناراضیتی مردم رو هم انکار میکنه و نهایتا به اینجا خواهد رسید، این یک توطئه بوده علیه شخص علی خامنه ای یا ولی فقیه یا کلیت جمهوری اسلامی. مخاطبان افرادی مثل پناهیان که مثل کیهان تاکید داره هدف شعارها و اعتراضها خود خامنه ای، چه گروهایی هستند آقای مهدوی آزاد؟ پناهیان در حرفش اینطور به نظر میاد که به توان و ایستادگی نیروهای خودی مثل بسیج در مقابل مردم معترض هم مشکوک شده. در این باره چه نکاتی دارید؟ این موضوع طولانی ساختار جمهوری اسلامی، من بارها گفتم هم توافق داریم، جمهوری اسلامی یک ساختار استبدادی کلاسیک یا ساده نیست، یک ساختار عجیب غریب فرقه‌ای منحرف شده است که تو شما رگاهای بسیار روشن کیش شخصیت و حکومت کیش شخصیت رو میبینید. در این جریان کیش شخصیت، در این بعد کیش شخصیت، شما از ابتدای انقلاب میشنید، از ابتدای خود حکومت علی خامنه ای هم شما چنین چیزی رو میشنید، اصلا شعار ذوب در ولایت که آدم‌ها بعد ذوبشن در ولی فقیه جلوه بارز کیش شخصیت هست. یکی از در واقع تلاش‌های حکومت برای غالب کردن شخصیت علی خامنه ای بحث مظلوم نمایی او بود. یادتون هست در هیئت‌های مذهبی همیشه تبلیغ می‌کردن که رهبر تنهاست، خامنه ای تنهاست، نمی‌دونم او رو با داستان علی مقایسه می‌کردن، می‌گفتن همچنان که علی تنهاست و در غار و در چاه صحبت می‌کرد، خامنه ای هم تنهاست. این حرف‌های امروز پناهیان من رو یاد همون پروژه می‌ندازه که البته چند سال دیگه متوقف شده بود. سال 1378 اعتراضات کوی دانشگاه حدود 22 سال پیش، اولین واکنش خامنه ای دقیقاً همین بود، اومد گریه کرد و گفت من جسم ناقصی دارم، بدن علیلی دارم، در واقع خودش رو زد مظلوم نمایی کرد و طرفداران او گریه کردن. گریه ابزاری بود برای دفاع از او. الان دیگه اون فضا نیست، طرفداران او هم حاضر نیستن برای او گریه کنن عمدتا، منتها بخشهایی از طرفداران او این پروژه شاید رو همش تازه روشون باز هم روشون جواب بده. برای من فکر می‌کنم جریان مثل پناهی دوباره دارن این پروژه رو، این پروژه تبلیغاتی، این پروژه شخصیت رو که برای حدود یک دهه کاملا متوقف شده بود دوباره زنده می‌کنن. این بخش از پروژه که شخصیت که میگوید علی خامنه ای تنهاست، سعی میکنه محبت طرفداران او رو تحریک بکنه و سعی میکنه نه به دلایل دینی یا مذهبی یا نه به دلایل مثلا سیاسی، بلکه به دلایل عاطفی طرفداران خامنه‌ای رو دور او نگه داره. یه سوالی که پیش میاد آقای مهدوی آزاد اینه که نزدیکان به خامنه‌ای و مدافعان او که ظاهرا سرسختی هم نشون میدن، آیا تمام تخم مرغاشون رو در سبد خامنه‌ای چیدن؟ کسایی مثل پناهیان که برای خامنه‌ای به اصطلاح یقه پاره میکنن، در چه بزنگاه‌های ممکنه زیر پای او رو خالی کنن؟ خواهش می‌کنم دقت کنید، اینها سیاستمداران متعارف در حکومت استبدادی نیستند. اینها نسل جدید روحانیون تندرو یا نیروهای عمدتاً نظامی هستند که علی خامنه‌ای بر کشور حاکم کرد، عمدتاً در 15-20 سال اخیر. منظورم این استش که اینها اساساً همه ماهیت سیاسی، همه وجود و همه چیزشون رو مدیون علی خامنه‌ای هستند. در همین جمهوری اسلامی هر کسی جز خامنه‌ای بود و حتی همین خامنه‌ای دهه 70 حاضر نبود اینها رو بالا بیاره یا اینها رو بهشون قدرت بی حد و حصر بده. همین علی خامنه‌ای در یک دهه اول حکومتش به اینها میدان نمیداد. همین علی خامنه‌ای حدود 15 سال پیش در انتخابات خبرگان تقریبا تمام نیروهای شاخص این جریان، نیروهای شاخص جریان اسپاهی یزدی رو حذف کرد توسط شورای نگهبان. دوباره تکرار میکنم، اینها نیروهای زین کرده یا مهره های بازی علی خامنه ای هستند. او اغلب اینها رو یا از پستوهای حوزه علمی قم یا از ته نهاد سپاه پاسداران بیرون آورده. نیروهایی هستند که اصولا چیز صاحب فکر نیستند، خیلی تندروان. اغلب این نیروها دچار فسادن. در مورد همین آقای پناهیان شما اخبار متعددی در مورد فساد مالی او شنیدید و اغلبشون در دستگاه امنیتی پرونده خیلی جدی دارن. بنابراین این بخش نیروها نیروهایی نیستند که پشت او رو خالی بکنند. الان دور و بر علی خامنه ای با نیروهای چیده شده که جز او گزینه دیگه ای ندارن و پای او خواهند ایستاد عمدتا. در آخر آقای مهدوی آزاد، به تروریستی اعلام شدن سپاه
از سوی نمایندگان پارلمان اروپا بپردازیم. از واکنش مقام‌های ایران و طرحی که در مجلس مقابل اون ارائه شده چه استنباطی دارید شما؟ اقدام اروپا روی تحولات داخل ایران چه تأثیری خواهد داشت؟ فروردین 1998 مقطعی است که دونالد ترامپ سپاه پاسداران رو در لیست گروه‌های تروریستی گذاشت. اگر شما برگردید به رسانه‌ها و مقامات ایرانی در اون مقطع، الان در واقع یک نمونه کوچک از اون دوران هست. داستان تاریخ دوباره تکرار میشه. دقیقاً می‌بینید مثل الان مقامات سیاسی ایران داشتن تهدید می‌کردن. منتها تهدیدات سال 98 خیلی بزرگتر و شدیدتر بود. یعنی حتی پایگاه‌های آمریکایی رو به حمله تهدید کرد. فرمانده سپاه به حمله موشکی تهدید کرد، حتی تهدید کردن که قاچاق مواد مخدر رو آزاد خواهند کرد، که نمیدونم غرب رو غرب تبدیل به دشت مواد مخدر بشه. الان میبینید مقامات ارشد اونطوری بعضیشون ساکتن، دیگه تهدید نمیکنن، تهدید هم سطح پایین تر هست. واقعیت این است که جمهوری اسلامی فقط از قرار دادن سپاه در لیست تروریستی نمیترسه، اتفاق بزرگتری داره میفته. انقلاب 1401، اعتراضات عجیب و غریب ایرانیان در خارج از کشور، جریان بزرگتری رو انداخته، سیاست مماشات رو در غرب دوره به بنبست میرسونه. برای اولین بار در 14 اخیر بخش‌هایی از جهان غرب دارن از اون سیاست فاصله میگیرن و سراغ سیاست تازه‌ای میرن، سیاست شبیه رفتارشون با طالبان. بنابراین گذاشتن احتمالی، من مطمئن نیستم نهایتاً آیا دولت‌ها هم این کار رو میکنن، آیا کمیسیون اروپا چنین تصمیم میگیره یا نه، منظورم در هفته آینده است. اما این سیاست اگر قرار بگیره سپاه در لیست تروریستی، این گام اول از یک سیاست بزرگتره و حکومت جمهوری اسلامی از همین میترسه. در واقع این مسیری است که در انتها باعث خواهد شد از شبکه تامین مالیش رو از دست بده، نیروهاش رو از دست بده، نفوذش رو از دست بده، بخش از قدرتش رو از دست بده و همین باعث ترس حکومت هست. من به نظرم بخشای از حکومت شما به وضوح ترس رو در چشمانشون میبینید. این دیگه فرایند منزوی کردن جمهوری اسلامی نیست، چون منزوی هست، این فرایند طالبانیزه کردن حکومت هست و به نظرم چیزی که نیروهای نظامی میدونن چه آفت بزرگی است، بدبختی بزرگی است، ازش میترسن. بسیار سپاسگزارم از شما مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی از بن، آلمان. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.